ذکر چون غالب میماند ما رو به آن صراط میکشاند. شما وقتی این ذکر رو اون ذکر رو به طور متناسب اندازه استفاده میکنید، عین این گلیست که میرزید تو قالب میشه خشت. این چارچوب این گل رو اینطوری میبنده، این نفس رو، این قلب رو، این فکر رو، این ذکر رو، این ذکر رو اینطوری میبندش. حالا این وقتی نفسش به قالب سبحان الله، به قالب بسم الله، به قالب استغفر الله افتاد، این دیگه هر کاری رو انجام نمیده. این نفس دیگه لعمارتون به سو نیست، این انسان دیگه لفی خسر نیست، این رو قالب داره حرکت میکنه. شما یه مداد رو که وقتی رو دفتر میکشید با خط کش، این یه قالب داره حرکت میکنه، منتها همه چی رو از ما گرفتن. این خیال میکنه عالمه، عالم بدون ذکر، عالم بدون دعا. نماز هم همینه، نماز برای اینکه به ما میگن الزام داره، واجبه یا مستحبه، یعنی ما رو به یه قالبی میخواد بکشونه، میخواد ما رو روی روندی قرار بده، میخواد این نفس اماره نباشه، نفس بسم الله باشه، نفس سبحان الله باشه. این یه روندی میره، این میشه اولین مرکز مسلمانی که صراط داره، طریق داره، کد داره، گرا داره. اگر کسی در 24 ساعت این امر رو نداشته باشه، این من القافلین حق، غافل غافل.